بیا تاریخ نیست جان باشه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. برادران وخواهران نهاية عزيز وقرامي حاضر در مسجد و بیننده های برنامه در پرتو قرآن از طریق فیسبوک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم الحمدلله شام چهارشنبه که امروز مصادف است با دوم نوامبر سال 2016 عیسوی، انشاءالله رحمان همه با هم مجلس از تفسیر سوره های کوتاه قرآن عظیم شان از پاره 30 را انشاءالله رحمان ادامه میدیم. امشب البته تفسیر سوره مبارکه ماعون یا سوره مبارکه ارائیت الذی می باشه. تلاوت این سوره را انشاءالله رحمان در آغاز نموده و بعدا ترجمه و در محتویات این سوره صحبت خواهد داشتیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. ترجمه تحت لفظی سوره مبارکه ان شاء الله رحمان قرار زائل است. ارائیت الذی یکذب بالدین، در آغاز البته کلمه بسم الله الرحمن الرحیم همیشه در آغاز هر سوره است و به نام الله بخشاینده مهربان. بعدا ارائیت الذی یکذب بالدین، آیا دیده ای آن کسی را که روز جزا یا روز حساب و کتاب به پیشگاه رب العالمین را تکذیب می کند؟ ارائیت یعنی دیده ای، الذی او کسی که یکذب و تکذیب می کند به دین به روز جزا یا روز حساب و کتاب را. فذالک الذی یدع الیتیم، پس او کسی که تکذیب می کند یعنی کسی است که ترغیب یا تشویق به طعام دادن مسکین نمی نماید. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض، فذلك الذي يدع اليتيم، مزات می خوام باز تکرار می کنم. ارايت الذي يكذب بالدين، آیا دیده ای او کسی را که روز جزا یا روز حساب کتاب را تکذیب می کند؟ فذلك الذي يدع اليتيم، کسی است که یتیم را اسخاد به اهانت یا به زجر میراند، دور میکند. ولا يحض على طعام المسكين، و در طعام دادن مسکین دیگران را ترغیب یا تشویق نمیکند. فويل للمصلين، وای به حال نمازگزار، نمازگزاران. فویل للمصلین، وای به حال نمازگزاران. الذین هم عن صلاتهم ساهون، کدام نمازگزار وایل از برش، افسوس از برش؟ او کسی که در نماز خود در غفلت است، یه در نماز خود بی پروا است. الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یراؤون، او کسی که نماز خود را یعنی به شکل ریاکارانه می کند، کسی که ریا می کند. و یمنعون الماعون، و از دادن وسائل ضروری یا نیازمندی های عادی مثل که در امور خانه است از این چیزها باز می دارد، منع می کند. یک بار دیگر انشاءالله رحمان بازم تکرار می کنم.
ارأیت الذی یکذب بدین، آیا دیده اون کسی را که روز جزا یا روز حساب کتاب را تکذیب میکند، دروغ میشمارد؟ فذالک الذی یدعو الیتیم، او کسی است که یتیم را از خود میرنجاند یا دور میکند، به اهانت از خود دورش میدارد. فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، و دیگران را به طعام دادن مسکین ترغیب و تشویق نمی کند. فویل للمصلین، وای به حال نمازگزاران، کسایی که از نمازشان، الذین هم عن صلاتهم ساهون، در غفلت هستند. الذین هم یراؤون، آنها کسایی هستند که ریا می کنند و از دادن وسائل عادی خانه یا تعاون نسبت به همدیگر ابا می ورزند، مانع می شوند. این ترجمه تحت لفظی سوره مبارکه الماعون هست. سوره مبارکه ماعون از سوره های مکی هست، بعد از سوره مبارکه تکاثر نازل شده. در حساب مصحف 17 سوره است، ببخشید، در حساب نزول 17 و در حساب مصحفی 107 سوره می باشد. با این که سوره به عنوان سوره مکی ثبت شده، اما بعضی از علما ایره میگویند که این سوره تا آیت سومش در مکی مکرمه نازل شده و بعد از آیت چهارم الا آخر که 7 آیت در مجموع، یعنی 4 آیت دیگر در مدینه منوره نازل شده. و البته در گذشته ها هم گفتیم که سوره های قرآن عظیمشان بعضیشان به صورت یک سوره مکمل آمده و بعضن به شکل تدریجی بخشی از سوره در یک جا و بخشی سوره در جای دیگه. یعنی این هم احتمال داره که امی سوره به می شکل باشه و بعضی از معانی و مفاهیمی که در سوره جا داره باعث هم استنباط میشه که احتمالاً که یک بخشی از این سوره در مکی معظمه و بخش دیگه در مدینه منوره نازل باشه. ان شاء الله رحمون با دجیدیان را خدمت شما عرض میکنم چطوری نمیتونیم که این سوره را بخش دین مدنی حساب بکنیم. آنچه که در مکی مکرم است، البته برای همه معلوم است که سوره های مکی یا آیه های که در مکی معظمه نازل شده، انشاءالله رحمون و یاد دوستا باشه، 3 محور عمده در اوج بحث بود. اولش بحث توحید، بحث رسالت و بحث معاد. و امی ارأیت الذی یکذب بدین، بحث معاد برمیخیزانه، میگه خبر داری از حال او کسی که روز دین یا روز جزا را تکذیب میکنه. البته این سوره مبارکه وجه تسمیهش از خود کلمه ماعون که در امی سوره مبارکه در اخیر ذکر میشود، از اسم ماعون گرفته شده و تناسبی که فیما بین سوره مبارکه ماعون و سوره قبل ازی وجود دارد که عبارت از سوره قریش است. در اون سوره مبارکه خداوند از لطف و مرحمت خود، از انعامات خود یاد میکنه و در برابر انعام الهی شکران بکار است، در حالی که قریشی های مشرکین قریش مکه ناسپاسی میکردن. در اوجه گفت فلیعبد رب هذا البيت، با همه نعمت هایی که رحلت شتایی و صیف برشان داده شده بود، این سفرهای تابستانی و زمستانی، و از یک مدرک آید برای قریشی ها بود، اما متاسفانه با این نعام الهی نگاه نکرده و امو احسان پروردگار از وجر را به ناسپاسی بدل کرده بودن. در این سوره مبارکه ماعون هم امی است که خداوند انعام کرده به انسان ها، هر چیزی که از عنایات الهی نصیب یک مسلمان است باید دوره در خدمت دیگران هم در صورت ضرورت که میشه با همراه از اونا شریک بسازه. این چی مشکلی هست؟ که هیچ مشکل نیست. یعنی احسان پروردگار از وجر به انسان شده و از احسان پروردگار که یک برادر یک نوع کمک ضرورت داره، نیازمند یک چیزی هست و از دست یک کس پوره است، امور باید اختیارش بگذاره همراهش یک همکاری و کمک بکنه. دیگر در این سوره قبلی از عبادت خالص به پروردگار از وجل یاد میشه، یعنی فلی عبد رب هذا البيت. در اینجا افسوس به حال یک عده کسایی که عبادت میکنن، اونجا از عبادت خالص یاد میشه و در اینجا افسوس میشه به حال یک عده عابدان
به عنوان نماز گذاران. دلیل شامی است که اینها در نماز خود در غفلت فرو رفتن. محتویات از این سوره، سوره مبارکه ماعون، از مذمت و از حقیر شمردن یا حقیر حساب نمودن بعضی از افرادی هستند که از نعم الهی متاسفانه استفاده سالم نمی کنند. از این خاطر این سوره با می محتویات ان شاء الله رحمان یادآوری میشن. بعضی دوستا اگر دیده باشین در قرآن میشن و خصوصا به استناد احادیث پیامبر علیه السلام، بعضی سوره ها فضائل دارن، بعضیشان فضیلت ندارن. معمولا در جایی که یک نوع از عذاب یاد می شود، از تکلیف، از مشکلی که به مردم یاد می شود، در اونجا همیشه پناه جستن به کار است تا اینکه به فضیلت از اون نگاه شود. بعضی سوره هایی که در اونجا بشارت و انذار می باشد، با فضیلت هم در پهلوی از اون تذکار داده شده، مثل که در سوره مبارکه اخلاص خواندیم، در سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خواندیم، یعنی معوذتین، و بعضی سوره های دیگه هم. اما در اینجا کدام فضیلت خاص وجود نداره، ولی فضیلت شمکت به عنوان یک سوره قرآن عظیم شان، هر حرف قرآن عظیم شان که تلاوت میشه 10 حسنه است. بنابراین سوره مبارکه ماعون با تعداد زیاد از حروفی که در این جا داره، یقینا که به مو تعداد ان شاء الله رحمان اجر و ثواب به یک بنده مؤمن و تلاوت کننده از این سوره حاصل خواهد شد. حال می آیم به توجیهی که نسبت به این سوره مبارکه از دیدگاه مفسرین کرام وجود دارد. البته خدمت شما ان شاء الله رحمان یک به یک عرض می کنم. در آغاز سوره ارائیت الذی یکذب بالدین به شکل استفهامیه بیان صورت می گیرد. ارائیت، امی حرف اول که نوشته میشه ارائیت مثل الف وارست، و الف شما می فهمید که همیشه در یک کلمه یا در وسطش جا میگره یا در آخر کلمه. این الف است. الف حرکت نداره و هرگاهی که صاحب حرکت شد با او همزه می باشه، و در این آغاز هم کامده ارائیت به عنوان استفهامی است. هر جایی که استفهام در قرآن عظیم شان استفاده میشد، چون ای اولین سوره که از این استفهام استفاده شده، چرا ما شما از عقب شروع کردیم؟ اگر از آغاز می آمدیم بسیار استفهام یا کلمات استفهامی در قرآن عظیم شان به کار برده شده، ولی را به خاطر همیشه کل ما شما بسپاریم که هر گاهی که استفهامیه در قرآن عظیم شان صورت میگیره، از یک حادثه پروردگار عز و جل پرده برمی‌داره، یک قضیه را بیان میکنه، و قضیه به معنای عزیز که در اونجا یک حالت افسوس، یک حالت اتفاق افتاده که او حالت، حالت ناراحتی است، حالتی است که مذمت میشه، و بعدش سامع را آگاهی میبخشد که شما قدمه ها را به احتیاط بردارین، ببینید که عقب بعد از استفهام چی میاد، پرسش است و جواب داده میشود. در او پرسش ها بسیار گپا باز نهفته است. بنابراین به این آغاز سوره مبارکه با گفتن ارائیت الذی یکذب بالدین، یعنی آیت اولیش، پیغمبر علیه السلام مخاطب است. ارائیت یعنی تو آگاهی داری یا تو با خبر است یا دیده ای. کلمه ارائیت به اصطلاح از اون کلمه اصل فعلش رعا دیدن گرفته شده، و در اینجا با شکل مخاطبی با مزمایر کلبته در صرف نحو لغت عربی معمول است، بازی مخاطب قرار داده میشه و مخاطب حضرت رسول علیه السلام است. و بر از او خداوند از وجل میگه ارائیت الذی، آیا تو آگاهی داری، دیده ای، با خبر هستی از او کسی که دین را تکذیب میکند. ما شما از کلمه مبارکه دین معمولا به عنوان، یعنی یک سلسله ضوابط و قوانین به عنوان قوانین الهی برداشت داریم، ولی دین به تعبیرها و مفاهیم مختلف در قرآن عظیمشان به کار برده شده. دین روز جزا را هم میگه، مثل که در سوره مبارکه فاتحه مالک یوم الدین میگیم، مالک روز جزا است الله سبحانه و تعالی. ولی دین به عنوان جزا یا به عنوان پاداش یا مکافات زمان تحقق پیدا میکنه که با یک سلسله قوانین انسان مواجه باشه، و در حقیقت قوانین است که انسان را به یک مسیر راهنمایی میکنه،
و انسان باعث فاعل مختار میتونه که او را بپذیره و میتونه که از اون به اصطلاح سرپیچی بکند. و هرگاهی که سرپیچی و انکار صورت میگیرد، طبعا انتظار یک نوع عذاب، یک نوع درد و تکلیف را داشته باشه. از این خاطر در اینجا در آغاز از این ارائیت الذی یکذب بالدین، یعنی پروردگار از وجل میگه که آیا آگاهی داری از او کسی که اینجا دین به معنی روز جزاست، روز حساب است، روزی است که انسان در پیشگاه پروردگار از وجل از آن چیزی که در عالم دنیا انجام داده نتیجه کردارش به پیشش پیشکش میشه. ولی کسایی بودن در وقتی قرآن عظیمشان نازل میشد و از معاد بحث میشد، باز اونها معاد تکذیب میکنن. معاد میگه چی بکار است، ما وقتی که مردیم وجود ما توته توته شد و نابود شد و سخانهای ما پوسیده شد، دیگه هیچ چیز از وجود ما باقی نمیمونه، پس دوباره برگشت وجود داره. خیر، در حقیقت او روز به صورت کل روز جزا را تکذیب میکنه، یعنی روز ایستاده شدن به مقام حضرت حق سبحانه و تعالی را تکذیب میکردن. مشرکین قریش همی تمامشان همی گپ به پیغمبر علیه السلام میگفتن. بنابراین الله سبحانه و تعالی پیغمبر خود از حال از اینها واقف میکنه که این مردم با اینمی طرز دید هستن، میگوین همه تا کلمات نامناسب را در مقام حضرت حق سبحانه و تعالی که روز جزای وجود ندارد باز برسن برش خواد دیدن. بنابراین در اینجا کلمه دین به عنوان روز جزاست، روز حسابدهی است. و ای به عنوان دین یعنی یک سلسله قوانینی است که به عنوان قانون اساسی زندگی مسلمان هاست. و ای برات از قرآن عظیمشان، چون بحثی از قرآن است، از کلمه دین در قرآن عظیمشان استفاده میشه، بنابراین خود قرآن عظیمشان به عنوان یک قانون اساسی بر جهان بشریت آمده. هر کسی که با این قوانین آسمانی سازگاری کرد، پس بداند که در پیشگاه پروردگار عزوجل فرد صاحب عقیده و فرد باورمند و انشاءالله رحمان مکافات خود از جانب خدای عزوجل خواهد داشت. و کسی که نعوذ بالله این همه قوانین دستاشه ای الهی را نادیده بگیره، باز انتظار داشته باشه که خداوند به اونها چی خواهد کرد. بعد از کلمه ارائیت الذی یکذب بالدین، امی کسی که روز جزا را تکذیب میکنه با فعل مضارع است، امی یکذب یعنی تکذیب میکند، و این حال از او زمان تا به امروز و تا مادام روز قیامت همی سلسله وجود داره. امروز هم با شما در قرن 21 هستیم، بسیار کسایی را 400 سال پیشتر هم از حالشون واقع بودیم که العیاذ بالله من ذلک از خدا این کار میکردن. وقتی که از خدا این کار میکنن، از روز جزا این کار میکنن. دسته های عنوان ملحد بیدین در همه جا وجود داشته، از گذشته تا به حال حالا وجود داره، 400 سال بعد هم خواهد آمد. بنابراین الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیمشان از حال از اینها واقف میسازه که اگر کسی تکذیب میکنه، باز میدونه که با چی حالتی به پیشگاه پروردگار از وجل اینها روبرو خواهند شد. اما الله سبحانه و تعالی وقتی پیغمبر رو واقف میسازه علیه السلام را که آیا با خبر هستی یا آگاهی داری از او کسی که دین را تکذیب میکند، اگر میگه یعنی خبر نداری، در استفهام همه طور است، یا میدونی یا اگر نمیدونی انتظار داشته باش که ما برات اوصاف شه بگویم. متوجه هستی؟ استفهامی نمی است، چون کلمات قرآنی است، خداوند از وجه خودش جوابش را پس میگه. حالا این اوصافی در این افرادی که دین را یا روز جزا را تکذیب میکنند، این اوصاف اوصاف خوبی نیست. کسی که آن چیز از احکام الهی را یا آن چیزی که از عالم بالا نازل شده او را تکذیب بکنه، پس معلوم میشه که انسان ها انسان های معتقد و باورمند نیستند. و این تکذیب از اینها تکذیب ظاهری نیست، بلکه تکذیب قلبی است که از دلشان برخواسته است، هیچ نمیپذیرن و نمورن. بنابراین الله سبحانه و تعالی آن چیزی که اوصاف اینها یاد میکنه، این اوصاف اوصاف قبیحه است، اوصاف زشت است، اوصاف است که گویا به نیکی یاد نمیشن. آن اوصاف را یک به یک پروردگار از جل بیان میکنه. فذالک الذی یدعو الیتیم، ای اولین صفت قبیح هست در افرادی که روز جزا را تکذیب میکنن. اونها کسایی هستن که فذالک الذی، فا امی حرف فا میگه حرف سببیه است در اینجا، یعنی روی یک علت اینجا آمده به دلیل ازی که اینها روز جزا را تکذیب میکنن، که اینها یتیم را به بسیار اهانت از خود میرانن، در حالی که باید
یتیم نیازمند یک لطف است، یک مرحمت است، یک شفقت است. از یک طرف عزیزترین عزیز خود در خانه از دست داده، بی سرپرست است، بی سرپناه است، و انسان دیگر به حیث امنه خود با یک کسی که گویا به پای خود ایستاده نیست، نیازمند است، احتیاج است به یک کسی که دستش بگیره، کمکش بکنه. طفلی هست که واقعا ضرورت دارن، ایواز از اینکه مردم ایره کمک بکنن، یعنوز هم چشمش یا به مالشان دخت است یا به نحوی میخواه که از خودشان برنجانن. بنابراین الله متعال یکی از اوصاف قبیحی افرادی که روز جزا را تکذیب میکنن میگنمون کسایی هستن که اینها یتیم را به اهانت از خود میرانن. دع یعنی راندن است، از خود را میراننشان، بی‌پروا هستن سرشان، هیچ فکر نمیکنن کمی اطفال معصوم بیگناه هم ضرورت دارن که دستشان گرفته شوند، کمک همراهشان شوند، مالشان باید به بسیار امانت نگهداری شوند تا به سن جوانی میرسن از اینها پاسبانی بکنن و نظر از این مسائل. یعنی یک دست ترحم را به اونها کشیدن. و از طرف دیگر خود رسول علیه السلام همین با شما میفهم که در آوان 6 سالگی اول پیش از ولادتش پدرش از دنیا رفته بود، پس این واقعا طفل یتیم بود. در آوان 6 سالگی بود که مادر خود از دست می‌ده، واقعا ام یتیم و ام اسیر است. و در آوان 8 سالگی است که پدر کلان خودن، کسایی که واقعا مواظب شخصیت حضرت رسول علیه السلام در آوان طفولیت است، اینا کلشان از دستش میره که بعدش کفارتش به دوش ابو طالب گذاشته میشه. چون پیغمبر علیه السلام درد یتیمی را کشیده، در یک حدیثی که سهل بن سعد رضی الله عنه روایت میکنه و در کتاب صحیح بخاری حدیث ثبت است، میگه پیغمبر علیه السلام فرموده که انا و کافل الیتیم فی الجنت که هاتین، به یک قسم اشاره میکنه، اشاره پیغمبر علیه السلام اشاره میکنه به سبابت و الوسطا و فرج بینهما، بازی قسم فاصل نمیده، میگه بین ما و کسی که کفالت یتیم را در دنیا به دوش میگیره مثل اینمی دو انگوش، اینمی قفاصلیشان زیاد نمیباشه، اینمی قفاصلی کوتاه میان ما و فرده که یتیم کمک میکنه و همراه از او دست ترحم به سرش میکشه. یعنی یک طرف سیلی بی پدری خورده و طرف دیگام اگر کسی خدا نخواسته دست ترحم به این نکشه واقعا رنجیده میشه، باید که دست ترحم کشه. بنابراین اینجا خداوند عز وجل از اوصاف قبیح از اینایات میکرد، ولی پیغمبر علیه السلام در این آیت اتو بیان میکنه که یتیم واقعا یک طفل معصومی است که باید دست ترحم به او کشیده شود. فذلک الذی یدعو الیتیم، یه اوصاف قبیح در اونها بود. وصف دیگهش خداوند عز وجل یاد میکنه که ولا یحض علی طعام المسکین. البته تفاصیل مختلف بسیار چیزهای مقبول به این میبردارن. یکی میگه که اینها خودشان هم یک مسکینه، یک آدم ناتوان را، یک آدم بیچاری را، یک آدمی که گویا همه چیز خود از دست داده. مسکین و نمو کسی هسته که آدم به سیماش نگاه کنه میفهمی که نمی ولاد ضرورت به یک کمک داره و خبش چوب آدم میره کمک، او نمیخواه که مو وقاری که داره، امو عزتی را که داره، با این که همه چیزی در یک حادثه‌ای از پیشش رفته و واقعا در یک تکنایی از زندگی قرار دارم و نمیخواد که دست تمه پیش کسی دراز بکنه و از کسی چیزی بخواه، این مسکین است. ولی دیگر ها حالتش میبینه که پش مرده حال است، یک نوع بیچارگی در وجود از احساس آدم میکنه، پس در این وقت است که باید برم برای ازی کمک بکنه. اینان ای افرادی که قبیح یا زشت صفت دارن تکذیب روز جزا کردن، به یتیم هم بپرواستن و به مسکین هم بپرواستن، نه خودشان مسکین را کمک میکنن و نه دیگرها را ترغیب میکنن، یعنی مانعی کمک دیگرها هم هستن، در حالی که الله سبحانه و تعالی از مسکین بسیار در قرآن عظیم شان یاد میکنه و که حتی مسلمان ها را میگن که مسلمان ها یکی از صفاتشان ای است که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، محروم اینمی مسکین است، میگه برای از اینها باید که اینها در مالشان حق وجود داره، باید برای اینها بسپارن. ای از صفات خوبی است، اونها میکارن نمیکنن. کسی که گویا انفاق نکرد
و دیگران از انفاق باز میداره، در حقیقت او چیست؟ بخیل است، بخیل است، بخل میورزند. پیغمبر علیه السلام همیشه در دعای خود میگفت اللهم اینی اعوذ بک من البخل، پروردگار از بخل ما به تو پناه میبرم. بخل بسیار چیز زشت و یعنی یک صفت بسیار قبیحانه هست که در افراد وجود داشته باشد، یعنی آن چیزی که خودش به اصطلاح به هر نوی به دست خدا آورده فکر میکنه که این خودش بر اینمی مسلط است و این نعمت هر آن چیزی که از به دست خودش آمده گویا لطف و مرحمت الهی را فراموش میکنه. بنابراین الله سبحانه و تعالی در جای انسان را تشویق میکنه که شما انفاق بکنید و از انفاق خیر و برکت برتان میرسه و حتما برای شما احسان پروردگار از وجل سر بگیره. بنابراین صفت دوم قبیحه که در افراد تکذیب کننده روز جزا وجود دارد و عبارت از این است که اینها به مسکین هم ترحم نمیکنند، نه خودشان ترحم میکنند نه دیگرها را میگذارند ترحم کنند. و یکی از توجیه دیگه که هم در ارتباط الحمدلله پیدا کردم بسیار خوب است، میگه که عزادات پیغمبر علیه السلام بود حتی در وقتی که همین غلامها وجود داشتن، کنیزه ها وجود داشتن، همیش اونها را پیغمبر هم تشویق میکرد که اینها را شما آزاد بکنین. و باز میگه بهترین شما کسی هسته که از آن چیزی که یک غلام برش میپزن یا کنیز می یک لقمه یوره هم بمراش بخورانش یا به همراه خود به سفره به دسترخوان بنشانندش، یعنی او امو احساس انسانیتش از دستش فراموش نشه که ما مگه انسان هست میانی هستیم. یا ببینیم به دور دسترخوان های رنگین میشنن و ما از این محروم برو میگه یک گوشه. در اینجاست که اینها میگه یعنی حریص نیستن در این که اینها را بر سر سفره چند رنگ خودشان اینها را به همراه خود بشنن. چی فرق میکنه خواه؟ یک کسی در خدمتگار یک صاحب سرمایه است ولی از مقام انسانیت از او خود چیزی کاسته نشده. خواه مثل خودت یک انسان است. میگه اگر بر سر سفره همراه شما بشنه بسیار واقعا زیبنده است. یا من صفت دوم قبیحی بود که در این افراد گویا وجود دارد ولا یحض علی طعام مسکین، اینها تشویق و ترغیب بر طعام دادن مسکین ندارن. دیگر از صفات از این افرادی است که اینی بخش میشه که گویا از سوره های مدنی شوه ای آیات بخش از این فویل للمصلین، ای به حال نماز بعض نمازگزاران خداوند از حالشان یاد میکنن و این نمازگزارهایی که از این حاد میکنن یک از صفات خرابشون نیبوده که از نماز غافل هستن یک و دیگه در کار خود ریا دارن و منافقین در مدینه منوره زیاد وجود داشتن و پیغمبر علیه السلام بعد از هجرتشون در مدینه منوره با این گروه دیگه به عنوان منافقین هم رو برو بودن. اونا بعض وقتا میامدن در صف مسجد که امرای پیغمبر علیه السلام به امرای مسلمان ها نماز میخوندن اما نمازشون از قلب نبود، حضور قلب وجود نداشت. خداوند از اینها هم آگاهی میده که یکی از اما قباحت دیگر در صفات از این افرادی که روز جزا را تکذیب میکنن ای است که اولش گفتیم که اونها روز جزا را تکذیب میکنن، یتیم را به اهانت از خود میرانن، طعام مسکین نمیدهن و سیومش ای هستن که اینها وصف دیگه دارن که اینها نماز را به غفلت میخوانن، یعنی از تی دل از اخلاص نمازگزاری نمیکنن. به هر حال این تو نشان میده که فویل للمصلین یعنی وای به حال نمازگزاران. وقتی که کلمه افسوس یا وای ذکر میشه معنای افسوس این است که یکی دی هستن به نحو فکر میکنن که ما مردم را بازی میدیم ولی با بازی دادن مردم کس خدا را بازی دادن نمیتونه. خداوند از این صفت یعنی یاد میکنن، یعنی این هم برای یک مسلمان میرسه که متوجه آدم باید نماز خود باشه. نماز در حقیقت یک قیام است، حضور به حضور پروردگار عز و جل ایستاده شدن است. و دوستا فراموش نکنید که ما دو نوع قیام یا ایستاده شدن در پیشگاه رب العالمین داریم. یک ایستاده شدن ما در عالم دنیاست که در امی عبادت نماز ایجاد داده شده. او فرق نمیکنه، البته که یک کسی الحمدلله حالت صحتمندی داره استاده نماز میخونه، یک کلی تکلیف داره به نشسته میخونه به پهلو میخونه، امی حیاتش به هر نحوی که بخونه در حقیقت نوعی از قیام است به حضور حضرت رب العالمین. نشسته هم یک قیام است خودش، به پهلو افتاده هم یک قیام است، ولی تکلیف است یعنی از ناحیه است که از جانب خدا برش رسیده. ولی در مجموع
اینوی افراد یعنی نماز را با اخلاص میخوانند، از ته دل میخوانند، با صمیمیت به حضور با نماز سرشان. اما خداوند وقتی که وای میگن، وای خداوندی یعنی نوع از مرحمت الهی، از لطف و مرحمت الهی دور شدن است. افسوس است به یک عده نمازگزارانی که از نمازشان اونها کی هستن؟ غافل هستن، از نماز غافل هستن. او طبقه مردم در نماز خود ریا دارن، ولی مسلمانانی که مثل که ما و شما الحمدلله و المنه هستیم، نماز ما بسیار اخلاص ادا میکنیم. ولی خوب است که ما هم با می آیات مبارکه توجه داشته باشیم به این معناست. مثل از این که دوستان عزیز شما الحمدلله یه حدیث هم در نظر کلی گذاشته که یک وقت پیغمبر علیه السلام در مسجد نبی مبارک تشریف داشتن، یک کسی نماز خواند، آمد سلام داد، سلامش جواب گفت، پیغمبرشان گفت برو پس نماز بخوان که نماز نخوانی. یک بار، دو بار، سه بار این حالت تکرار شد، گفت برو نماز بخوان که نماز نخوانی. بعد از پیغمبر علیه السلام برش گفت که نماز گویا به شکل منقار زدن یک گنجشک یا پرنده به زمین نیست که دانی خدا برده رو بخیده بره. نماز با حضور قلب، اما اوصاف را که در نماز قیامش وجود دارد، قرائتی وجود دارد، حضوری وجود دارد، اینها را کلش باید رعایت بکنین در نمازتان. این نماز را با مو اوصاف خاصش که بارد از قیام است، رکوع است، قوم است، سجود است، قعود است، قرائت است، امی اینها را با مو رعایت ضوابط و اصولی که داره او را باید رعایت بکنادم. یعنی میشه که خدای ناخواسته کلمه فویل للمصلین به حال یک عده از نمازگزاران مخلص هم ای برابری بکنه که اینها در نماز خود غفلت میکنن، یا نماز خود با این اوصاف ارکانش درست مد نظر نمیگیرن، یا در وضوی خود دقت نمیکنن، یا در لباس خود دقت نمیکنن، یا با وضوی تنگ بسیار وقت نماز میخونن، یا بعضا هم دیده میشه که نماز را فقط فکر میکنه یک بار سرشانی شد بیا پردش از سرشانی خود. یک ضرورتی هست، مجلسی هست یا یک گپی هست، بیا که بدرم این نماز بخونیم که همین خلاص شوه. نه، نماز خلاصی نداره. نماز در حقیقت ما را به حضور پروردگار عز و جل استاده کردن است. با بسیار اخلاص ما باید، با بسیار شوق و علاقه باید به نماز خود استاده شیم. از همین خاطر پیغمبر علیه السلام همیشه میگه عبادت را بسیار خالصانه قسمی به جا برین که از اون لذت ببرین. در نماز باید لذت آدم احساس بکنه که از این کلمه فویل یا ویل افسوزی آدم خلاصه. فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. یعنی به حال ما و شما همی است که در نماز خود اهتمام داشته باشیم، توجهی عمیق داشته باشیم، همه ضوابطش درست من نظر بگیریم. و سبحان الله، به می ارتباط یک حدیثی به یاد آمد که پیغمبر علیه السلام میگه نمازگزار در حال نماز وقتی که تکبیر تحریمه را میگه الله اکبر، ببین که همه چیزی که پیشتر برش حلال بود، از دیدن چهار طرف، از گپ زدن، از عمل را انجام دادن، همیش جواز داشت، اما گفتن تکبیر تحریمه الله اکبر دیگه همه چیز برش حرام میشه. نه گپ زده میتونن، نه چهار طرف خود دیده میتونن، نه کدام عمل دیگه ای را منافات به نماز او را انجام داده نمیتونن. پس نماز واقعا یک توجه خاص و اهتمام به طرف پروردگار عز و جل. بنابراین الله سبحانه و تعالی یاد میکنه، میگه زمانی که بندیم حضورش با ماست، ما او را به حضور خود دارم. وقتی که از ما برید و فکرش دیگه جای رفت، باز ما ترکش میکنم. بنابراین ما دعوت یک موقف خدا نخواسته در نماز خود قرار نگیریم که خداوند عز و جل از ما حضور خدا بگردانه. باید با بسیار یعنی اخلاص و با بسیار توجه به حضور پروردگار عز و جل ایستاده شیم و نماز خدا انشاء الرحمن درست انجام دهیم. بعدش هم از این نمازگزارهایی که در غفلت هستن، آل خداوند زشترین و قبیحترین عمل دیگهشان را یاد میکنه، الذین هم یراؤون، اونو نمازگزارها واقعا افسوس به حالشان که میخواین هر یراون یعنی ریا میکنن در نماز خود. ریا مطلب چیز که پاداش خود از خالق خود نمیخواین، قطع علایق با پروردگار و علایق خود را با مخلوقش برقرار کردن است. من نماز میخوانم باش که یک کس مرا خوب بگویم،
ما عبادت انجامتون باش که یک کس مرا خوب بویه. اینه به در نماز گذاره، تو نماز میخونه، قدر نفل میخونه. در حالی که بسیار وقت آدم نمازهای نوافل خوده کوشش بکنه در خانه خود به خدا، خصوصا و ما و شما کسایی که الحمدلله به مسجد میتونیم پنج وقت بیاییم یک پا، یکان وقت یک بخش نماز خود بگذاریم در خانه خود، در اونجا آدم نماز بخونه و اونجا آدم هر چقدر که نفل میتونه خونده بخونه، واقعا او بسیار نماز بسیار پر کیف میباشه. اما اگر خب در مسجد هم ممانعت نیست که انشاء رحمان خدا نخواست نگویم، یعنی بعضی وقتهایی تو میشه که انسان در نماز خود اگر اندکی به دلش ایگش که باش از خاطر فلان کس یا از خاطر خود کدام نفر ای کار بکنم که بگویه که اینه والا یادم چی نماز گذار است، چی روزه گیر است، چی قدر تلاوت میکنه، چی میکنه، اگر اینمی در دل آدم گشت بفهمی که آدم خدا نخواست. در اون وقت زمان اگر به دل آدم گشت زود بگویه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، مس ای وسوسه شیطانی است. چرا آدم هر عملی را که خالص به خاطر خدای عزوجل انجام ده انتظار مکافات و پاداش هم از درگاه حضرت رب العالمین داشته باشه. اما خداوند از حال او کسایی که این افسوسی بارش میکنه، فویل للمصلین، وای به حال نمازگزارانی که از نماز خود غفلت میکنن، در غفلت فرو رفتن و بعدش هم نمازشان بر عمل ریا است، ریا میکنن، دیگرها را از خود خوش میزدن و خالق خود از خود ناراض میزدن. خداوند از این حالت کلمه شما را نگاه بکنن و سرانجامش در این سوره مبارکه سخن آخریش ای است که ای کسایی که ریا میکنن و یمنعون الماعون، یعنی منع میکنن یا باز میدارن از دادن بعضی وسائل ضروریه. معمولا الماعون هم ضروریات خانه را میگه که مثل دیگ باشه، مثل کاسه باشه، مثل وسائل به اصطلاح در باغ و باغچه میگه پا بیل و کلنگ میگه پا باشه، اینها گرفته میشه بعض از علما. اما خود کلمه معون را بعضا تو عمیقا تفسیر میکنه، میگه از معاونت یا معونه گرفته شده، به معنای از این است که هر وقت یک کس به نیازمند کمک میکنه آماده بود از دست چیز پوره بود کمکش بکنه، چرا نیه. بعضی وقتا این نوع کمک ها را مثل که من یکی از علما را، البته عارف فوت شده از جمله علمای سعودی بود، خداوند غنی که رحمتش بگردنم، امیال اسمش فکر میکنم شیخ صالح المنجد بود، ممکنم یا والله اعلم. خب به هر حال یکی از بسیار خوب یک توجیه این مورد ازی داشتن و او میگفت که کلمه معونی از معونه یا معاونت گرفته شده. شما میگفت در یک جای هستین که یک کس شدید به آب ضرورت داره و شما هم پیشتان یک به اصطلاح گیلن آب دارین، اونمو میخواه کس پیش شما آب دارین، یک بوتل آب دارین، به می آب شما حیات از دونه میخرین، اگر امو آب از پیشش باز داشتین ندادین و او مرد، اگر مرد در وقت میگرد شما دیه میگرده، برای اینکه شما یک وسیله بودین برای خیر از او که ادامه حیاتش تبع شه و شما مانع از کار شدین، دیگه او خود دسترسی به آب نداشت، میگه ام بوتل آب شما رو خواست، شما از پیش از او باز داشتین. بنابراین ای وقت نشد. در بعضی وقت‌ها معاونت از باب استحباب است، کمک میکنه آدم یک عزیز خود، یک برادر خود، یک خواهر خود، یک مسلمان، یک انسان را در مجموع، هر کسی که نیازمند به چیزی باشد و از دست آدم تعاون و همکاری با او وجود داشته باشد، چرا نه؟ مثل قرآن میشان در جای دیگه میگه و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، در جایی که همیشه عمل نیک و عمل تقوا هست معاونت به کار است، میگه شما معاونت کنید هم دیگر خود را به بر نیکویی با هم دیگر و به تقوا و از چیزی بپرهیزید که در او اسم باشد و در او تجاوز وجود داشته باشد. با توجه به این سوره مبارکه ما در این وقت و زمان، یعنی هر بخش از این قابل استفاده است، هر بخش از این نمی وقت قابل استفاده است. ما یتیم در دنیایی که فعلا زندگی میکنیم با یتیم ها مواجه هستیم، با مساکین مواجه هستیم، با کسایی که متاسفانه از در منافقت پیش میان با اونها آدم مواجه هستند. به هر حالش آدم به خدای عزوجل همیشه حال احوال خود را پیش بکنه و از خداوند همیشه طلب معاملت داشته باشیم و همی ضرورت پنده هایی که قرآن از اونها یادآوری میکنه وقتاً فوقتاً از دست ما چیزی پوره بود در اختیارشان بگذاریم، واقعاً کار نهایت نیک و احسن رو انجام دادیم. امروز در دنیایی که ما شما زندگی میکنیم، ما وقتی که زمان همی سوره را با می محتویاتش میخواندم و خصوصاً مسئله یتیم را، امروز اکثریت کشورهای اسلامی خصوصاً با شرایطی قرن 21 با این جنگ های خانمانسوزی که در هر گوشه و کنار روان است، یعنی چقدر یتیم است که واقعاً مال از اینها باقی مانده و چقدر افرادی هستند که مال یتیم ها را غصب کردن خوردنشان.
مانشان یعنی و زمین ها اینها قصرها ساختن و ایت فکر میکنن که قصرها با این نام نشانی که در دنیا برشان داده وسیله همه درهای خیر برشان بوده نه خیر مثل که خداوند از بیشان میگه قل متاع دنیا قلیل متاع دنیا بهره برداشتنش بسیار اندک است ولی تمام شده است ولی انسان از آن چیزی که در دنیا به عنوان مالش تصرف به او پیدا کرده و اگر او مدرک حلال نبوده باشه و مدرک حرام بوده باشه باز جواب پیش خدای عز و جل دادنی خواهد بود و خصوصا که کس خدای نخواسته مال یتیم را غصب میکنه و تصرف کرده باشه و حاضر قیاس امروز بسیار کسایی که به حالت مسکینی و بیچارگی سر دچار شدن ناشی از این نیست که اونها بی‌بندوبار همه چیز از مصرف کردن از دست دادن بلکه شرایط نگوار چنان سر مردم آمده که واقعا به مسکینی و بیچارگی تن دادن همه چیز به اصطلاح از پیششان گرفته شد هم منصبشان هم مقابشان هم سرمایهشان هم جایی که اینها باید با عنوان یک امانت در اونجا صاحب علم و صاحب فراست بوده و صاحب استعداد بوده از پیش از او گرفته شده به افراد بسیار جاهل و نادان این کار برشان داده شده و اینها مسکین ماندن این همی خودش یک نوع از حالتی است که امروز در دنیایی که ما و شما روبرو هستیم وجود دارد و متاسفانه بیخبری بسیار مردمی است که از قرآن جمعشان بیخبر ماندن و در این غفلت ها فرو رفتن امیدوار است که با این سوره مبارکه بیداری و همه ما و شما همیشه الله پاکی را نصیب بکنه و این بیداری وجود داشته باشد تا هم کار ما هم به سود خود ما و هم به سود خانواده ها به سود جامعه ما به سود همه انسان ها باشد و از چیزی که خداوند از وجل خدای نخواسته ضررش چه متوجه خود ما چی متوجه هم نبی ما باشد خداوند از کل ما شما را در پناه و سمتکیش نگاه دارد آن چیزی که سوره مبارکه الحمدلله عرض کردم انشاءالله رحمان اگر حق گفته شده باشد انشاءالله از لطف مرحمت الله متعال و آن چیزی که اشتباه کرده باشم از نفس بنده حقیر است خداوند بر ما عفو بفرماید اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين